خواهش میکنم که ما رو با آقای سیاوش اوستا ارتباط بدیم و ایشون رو بیاریم تصویرشون رو روی خط که ببینیم چه مطالب و مسائلی رو امروز برای این برنامه تدارک دیدن که به نظر شما میرسونن. درودی گرم آقای سیاوش اوستا عزیز. سلام به مهمانیاران که شما رو تیرانداز زردپوش شدین امروز. درود دارم به برادرم مهندس امیر شجره و به کارگردان برنامه آقای شهرتی. خسته نباشید استاد چرفشاهی. خواهش می‌کنم. مبحث خوبی رو شروع کردید. این مبحث خوبی رو که شروع کردید اگر پروانه بدید منم در همین رابطه دنبال کنم و صحبت کنم، اون هم مسئله روحانیت و شاهنشاه. بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. استاد چرفشاهی واقعا مبحث خوبی است در این مرداد ما که امشب من یک رازی رو باز دیگر بار به آگاهی مهمانیاران میرسانم که از این راز اونهایی که تاریخ رو ازش اطلاعی ندارند و حتی خیلی از اونها که جانفشان شاهنشاه هستن و بودن بیخبرند. اون اینه که میخوام یه خبر خوب بدم تا قوت قلب داشته باشند مردم ایران، سلحشوران آریایی به پا خواسته بر علیه تازیان و صدامیان حاکم در ایران، و بدونن که محمد رضا شاه آریام شاهنشاه ایران، استاد چرفشاهی از هنگامی که دیگه با شهبانو عروسی کرد و بعد رضا پهلوی به دنیا اومد و خاطرش جمع شد که ولیعهد داره، مصمم شد که مثل پدرش روحانیت رو نابود کنه. یعنی از صفحه روزگار و ایران روحانیت رو محو کنه، نابود کنه. به همین خاطر ایشون یک سخنرانی مهمی در سال 1341 انجام میده که این سخنرانی چون زیاد هست و باید همش رو گوش کنیم و ببینید صدا مشکل هست شنیدنش در اون موقع ضبط شده، ولی من با آگاهیتون میرسونم که با چی بگم، با اونایی که توی مستراح هست، با اونهایی که توی مستراح هست روحانیت رو شاهنشاه مقایسه میکنه و میگه اینا در همون کثافت خودشون بایستی غرق بشن و نابود بشن. و از همونجاست که پلیدانی که هزاران سال دشمن ما بوده و هستند، همین استعمار نوین، استعمار رنگارنگ، که دستهایی داره مثل اختاپوس که این دستها عادتا خودی هستند و ما نمیفهمیم، اینها رو بسیج میکنه استعمار برای نابودی نظام پادشاهی که اون جریان 42 پیش میاد. حالا برای اینکه وارد مبحث بشیم یه فیلم کوتاه یک دقیقه میبینیم که در این یک دقیقه یکی از شخصیت های مهم نظام جمهوری اسلامی، چه قبل و چه بعد انقلاب سیاه، آقای محمود دعایی. محمود دعایی اینو به یک چشم هم زدن میگه و بعد توضیح هم داده میشه این فیلم، که میگه محمد رضا شاه در 1341 گفت که ما باید تو گوه خودمون بریم، غرق بشیم، نابود بشیم روحانیت، و یعنی همون پروژه رضا شاه بزرگ برای نابودی روحانیت رو ایشون داشت. فیلم رو باید یک دقیقه است میبینیم و برمیگردیم که این مبحث جالب رو امشب دنبال کنیم، ببینیم محمد رضا نیز پاشو گذاشت سر جایی که باباش گذاشته بود. شاه همچنین منتظر فرصتی برای تلافی رفتار روحانیت بود. در 23 اسفند 1341 در پایگاه وحدتی نسفول گفت بله موقع خزینن در کثافت تمداده شود. در اون شهر می گفت مردم باید همونطور که از حیوان نجس پرهیز می کنند از روحانیت بپرهیزند. قبل از خورداد 42 بود. خودشان دو مرتبه رسیده است. این عناصر فرومایه اگر از خواب غفلت بیدار نشوند
چنان مثل سائقه مشت عدالت در هر لباسی که باشند و سر آنها کوفته خواهد شد که شاید به آن زندگی ننگین و کثافتشان خواهد. بله این نیکسون بود که نیکسون هم در دنبال این در رابطه با محمد رضا شاه شاهنشاه آریامه صحبت میکنه استاد چرخشایی و میبینیم این فردی که صحبت کرد آقای دایی. آقای دایی یکی از عوامل استعمار بود که و از مشاوران برجسته خمینی بود وقتی خمینی در بغداد بود. آقای دایی در لیبی بود، یک مدتی در عراق بود، رادیوی عراق رو علیه ایران اداره میکرد، بعد رفت پیش معمر قذافی مأموریت پیدا کرد از طرف استعمار و از طرف خمینی، رفت لیبی و از لیبی آقای محمود دایی رادیویی رو ضد ایران شاهنشاهی اداره میکرد. محمود دایی وقتی که انقلاب سیاه پیروز شد، شورش 57، ایشون به تهران که آمد مسئول و همکاره و صاحب روزنامه اطلاعات، یعنی روزنامه اطلاعات دستشون بود تا همین چند وقت پیش که مرد. ایشون میبینیم که قاطع داره میگه که محمد رضا شاه در نظر داشت که روحانیت رو نابود کنه و چون به حال در ابتدا وقتی که متفقین میخواستن در ایران بودن و رضا شاه رو از ایران انگلستان بیرون میکنه و فروغی پادشاه رو فرزند رضا شاه رو به پادشاهی استعمار میقبولونه و نگه میداره، محمد رضا شاه دنبال فرصت هست که فرصت به دستش بیاد بتونه دخل اینا رو بیاره، همچون که بعدا حتی بعد ما میبینیم در سالهای بعد دخل غرب رو بیاره، رو مثلا نفت $2 رو 1.5 دلار رو میکنه 30 دلار. حالا از همونجا استاد چرخشایی مبحث در دنباله همون فرمایشات خود شما و صحبتایی که در هفته پیش کردیم خیلی قشنگ کار خداست و هم میچسبه و هم میچسبه و ما میبینیم که وقتی که اسفند شاهنشاهی نطقو میکنه استاد چرخشایی 3 ماه بعدش یعنی 15 خرداد 42 یه روحانیت که چرخ کنم همین باندای انگلیسی روحانیت سردم میره. یادمونم نره من در کتاب دینداری و خردگرایی 37 سال پیش نوشتم کل روحانیت ما روحانیت شیعه ساخته و پرداخته انگلیسه. حتی استاد چرخشایی واژه های آیت الله، حجت الاسلام، سقط الاسلام، همه اینا رو با انقلاب مشروطه روزنامه های انگلیسی درآوردن برای اولی بار و ساختن و ما تا نهضت مشروطه به هیچ عنوان در تاریخ اسلام آیت الله نداریم. کسی که یک باندی رو که آیت الله بنامن، باندی رو که حجت الاسلام سقط نداریم. فقط در طول تاریخ اسلام تا 14 قرن که اون موقع میشه 13 قرن یک بار یک نویسنده از علامه هلی که یکی از مجتهدین و علمای دینی است با عنوان آیت الله فی العالمه استفاده کرده، یک بار. ولی دولت انگلیس و یادمونم نره همیشه بگید، همیشه میگویم روس و انگلیس از زمان برادران شرلی و امپراتوری های روس و اروپا و اینا با هم متحدن روی ایران، یعنی روی ایران یه گوشت قربونی اینا با هم متحدن، روس و انگلیس یادمون نره جدا نیستن از هم. خب بعدا انگلیس ساکسون ها وارد میشن و امریکایی ها اونا جای خود. استاد چرخشایی از همون زمان مشروطه که اینها این واژه ها و این القاب رو میدن به آخونده آی وگرنه تا قبل از این استاد چرخشایی در زمان قاجار به اینا میگفتن حاجی، در زمان صفویه که اقتدار داشتن بینا بودن ملا، ملا محمد باقر مجلس یا حاجی فلانی، حاجی فلانی در زمان قاجار. ولی از مشروطه روزنامه های انگلیسی که در ایران منتشر میشه با چراغ سبز انگلیس ها و سفارت انگلیس واژه آیت الله رو به اینها میدن، بوم چارت آیت اللهی که بهبهانی خراسانی اینا که اول طباطبایی که اینها توی میان توی مشروطه از اونجا این تشکیلات رو نمی‌سازن. بعد استاد چرخشایی جالبه بدونیم که یه بودجه ای رو انگلیس در نظر میگیره مثل درست بودجه های الان، بودجه هایی رو اینها میآوردن تو ایران خرج میکردن میگفتن اینها رو حاجی بازاری داده. حاجی بازاری که بود دنبالش که میرفتی میدیدی که معاودین عراق هستن که با میلیون ها دلار وارد ایران شدن، بین اون 100,000 نفر و بین اون 1,000,000 نفر و اینها هستن که بودن.
حاجی بازاری کی هن؟ آقای محمد همایون هست که با انگلیس آلات کامیون و اینا لوازم آلات وارد میکنه، واشون در معامله است با انگلیس ها. محمد همایون یاد حسینی ارشاد رو میسازه توی تهران، هیچ کس نمیدونه. وقتی میسازه میناچی، ناصر میناچی که رفیق من بود، وکیل بود، همچنین سنش از من بالاتر بود ولی خب با هم آشنا بودیم، ناصر میناچی که وکیل محمد همایونه، این وکیل به جایی که بهش حقوق بده که وکالت چه بکنه که جریان حسین ارشاد چریک خودش میکنه. یعنی استعمار میاد همه ارگان ها رو میسازه، روحانیت رو میسازه، بعد برای اینکه حوزه ها رو بسازه است تا چرف شد. چون میدونیم که حوزه های علمی نجف و قم و مشهد و اینا هم همه توی دو قرن اخیر ساخته شده این حوزه ها. اونجا میان اینا میگن که انگلیس میاد میگه یه خانمیه بیگم خانم توی هند شیعه است مرده، وصیت کرده که پولاش صرف نشر تشیع بشه. حالا کار این بیگم خانم که تحقیق کردیم چی بود؟ من آقای مصباح آخوند بود مرد، آیت الله مصباح رو فرستادم چند سال پیش رفت عراق، اتدام هندوستان تحقیق کرده بود، همیشون هم تحقیق کرد چنگک که این چهار تا خنجر هست آرم جمهوری اسلامی مال سیکای هند هست، ایشون رفت اکثر گره بود که ما در یه برنامه تلویزیون همون 30 سال پیش پخش کردیم الان هست، ایشون هم رفت تحقیق کرده بود. استاد شفیع بیگم خانم کی بوده توی هند؟ یه کسی بوده که فاحشه خونه داشته، یه کسی بوده که می‌دونیم در هند مثل بعضی از کشورهای عربی رقاص خونه است، چون رقاص خونه مردم که میرن برای کیف کردن، عشق کردن، یعنی عیاشی کردن، دخترها و زنای فاحشه هم هستن که در اختیارشون بودن. بیگم خانم کارش این بوده. حالا اگر همه پولایی که حوزه‌های علمیه رو ساختن راست می‌گفتن معلوم بوده از فاحشگی اومد، ولی اینا بودجه خودش بود. خود دوستا چرف شد نقطه دیگه مهمه، بابای بزرگ خمینی است. بابای خمینی احمده، بابا بزرگش احمد رو رضا شاه میکشه، اعدامش میکنه به عنوان جاسوس انگلیس بودن، ضدیت اینا با رضا شاه هم روی نظر. بابا بزرگش مأمور بوده که از هند پول دلارایی که الان با هواپیما میبرن خارج میکنن و با کامیون سوار شطور میکرده و اسب و اینا از هند میبرده عراق، میدادیم حوزه علمیه عراق. توی راه خمینی عاشق دختر خان خمینی میشه، پولای آخری رو همه رو اونجا میذاره و زندگیش میکنه، که بعد پسرش که احمد است و بعد اینها از سیکای هندی هم بودن، این هم آقای مصباح ثابت کرده. حالا اونجاست که ما میبینیم روحانیت رو، هفته پیشم که حضورتون عرض کردم تمام آیین عاشورا تاسوعا و محرم همه آیین کلیسا، همین علم دستشون میگیرن، کتر میگیرن، پرچمار میگیرن، حتی زنجیرزنی. من در چند سال پیش زنجیرزنی های انگلیسی های ارتودکس رو نشون دادم که درست اونا زنجیر میزن هست روی اینترنت، اینا قابل دسترسی است، همینطور میگردم برم ببینن. و حتی زنجیرزنی و سینزنی استاد شرفشاهی مال آداب و رسوم ارتودکس های اروپایی است که انگلیس ها وارد ایران میکنن. این تشکیلات روحانیت اینا ساختن دارن. حالا از 15 خرداد 42 به بعد استاد چرفشی چیکار میکنن؟ باید یه نیروهای دیگه بسازن، درست مثل دمدم انقلاب سال 57 که حسین ارشاد ساختن برای فکل کرواتی ها رو دینی کنن، یه حسینی کافی ساختن برای که مستضعفین رو، بینوایان رو، بیپولا رو مذهبی کنن. اونجا میان شروع میکنن به ساختن چریک ها و مارکسیست های اسلامی مسلح، از اونجا ساخته میشه. از اونجا امریکا با روس و انگلیس همکاری میکنه، نهضت آزادی رو میسازه با مهندس بازرگان اینا، که اینها زمین سازی میکنن در تا میرسه به 57 و این همین زمین سازی هاست که عامل سقوط محمد رضا شاه میشه. یعنی هم میهنان مهربان و گرامی بدانید و آگاه باشید، وقتی که محمد رضا شاه در سال 42 با این توطئه روحانیت که برنامه ریزی شده توسط استعمار از مواجه میشه، خمینی رو میخواد بکشن نمیذارن و تبعیدش میکنن و غیره، و بعد اونجا شاه میاد و به این فکر انقلاب سفید شاه ملت میفته، به اینکه برای مردم کار کنه، چه کنه چه کنه. ولی این جرثومه چون موجود هست، ما میبینیم که میاد چند سال بعد، 15 سال بعد توطئه میکنه. حالا فرمایش شما خیلی درست بود،
گفتید تصاویری که گذاشته شد کارگردان برنامه گذاشت بسیار درست بود که الان هیچ راهی اصلاح ایران نداره الا نابودی روحانیت، نابودی کامل. ما روحانی خوب نداریم، روحانیت لباس فکر اندیشه بیگانه و استعمال جستاچرخه. در خدمتتون هستم. بله، من در این روزا معتقد هستم که محرم اومده دیگه در ایران، همه میخوان سیاه بپوشن و قمه بزنن و سرشون رو چاک بدن و از این بازی ها و تئاترایی که در حال این اسلام آخوندی ایجاد کرده در ایران، حالا در رابطه با زنا و هم حتی مردا معتقد هستم باید لباس سفید این روزا بیشتر بپوشن. مردا و زنای ایران یه نوع مبارزه با این حکومت. خب این داستان محرم و نمیدونم این چیزها رو، اینا رو عربستان سعودی و همین در حال محمد سلمان اینا بارها گفتن که آقا اینا مال اینجا هستن، اگه هم کشته شدن به خاطر درگیری برای خلافت و از این مسائل بوده و این هیچ ارتباطی به جمهوری اسلامی و ایران و اینا نداره، این مال ما بوده و شما بی خودی این سر زمین اینا دعواشون بوده، اختلافشون بوده سر خلافت، یکی یکی رو کشته و این دوتا هم کشته شدن، ما علی و نمیدونم حسین و اینا، اینا شما نبود. بنابراین مردم ایران برای اینکه نوعی مبارزه منفی بکنن، حتی اقا من شما همیشه بارها گفتیم آقا چرا خاموشی، چرا در این زمینه ای صدایی نمیکنی، اعتراضی نمیکنی، حرکتی نمیکنی، حتی تو خیابونا نمیان جمعی را برین، هیچی هم نگین که به عنوانی شما رو بتونیم بگیرن. بنابراین این داستان باید به این شکل ادامه داد یا راهی پیدا شده الان که به جای سیاه پوشی سفید پوشی کنه، هر کی بیاد لباسی پیرنی نمیدونم کت شلواری چیزی سفید بپوشه تو خیابونا بیشتر، که این جنبه سیاه پوشی این روزا که اصلا هیچ به قول عربستان همین محمد سلمان هیچ ارتباطی به ایرانی ها و این مسائل نداره، اینا داستان داخلی عربستان بوده، اینی که شما هم میخوام توصیه کنین به وطنان که لباس این روزه لباس سفید بپوشن نه لباس سیاه، سیاه پوشی رو رها کنن و بذارن لاغل یه مبارزه منفی در این زمینه و جمهوری اسلامی داشته باشن. استاد شرفشاهی باز گوهربار، فرمایش بسیار زیبا بسیار زیبا بسیار زیبایی فرمودید در پیروی از فرمایشات شما. من عرض کنم که تاجیکستان یک شاعر بزرگ و توانایی داشت به نام بازار صابر، توان شاد دیگه نیست، از دوستان من بود بازار صابر و گلرخسار عزیزم که همچنان هست، گلرخسار رو درود دارم بهش، گلرخسار عزیزم که رئیس مجلس تاجیکستان بود و الان یکی از شاعرهای بزرگم. بازار صابر عزیزم پیش از اینکه از جهان بره یک سروده نوشت و به من پیشکش کرد. ما این آرم برنامه تلویزیون مهر هست که حدود 20 سال اول برنامه میریم که میگه از خون سیاوشی همسال سیاوش الاخر، بعد توی همین میگه از جام سپیدان هر جامه نمیپوشی. جام سپیدی و سپید پوشی همین آرم اول برنامه که میبینیم با اون کلاه فروهری که سیاوش اوستا سرش میذاره، استاد شرفشاهی در ایران جهانگیر شده، یعنی از کیان 9 ساله که کشتنش در مدرسه گفته بود که از اسلام و دین متنفر شما بگیرید، تا ایرج خواننده عزیزم، تا رزمجوی عزیزم سجاد رزمجو که کشتنش، اینها توی همون آرم میان در 12 دقیقه که گروه بالگرد ترانه زیبای استاد اوستا رو خونده و همه اینا سپید پوش و همه با کلاه فروهر و از همه مهمتر استاد شرفشاهی عزیزم، ای هم میهنان مهربان، ای آزادگان آریایی ایرانی، شما مگه نمیگید دوست دارید شهبانو رو؟ مگه نمیگید عاشقشید این زن بزرگوار رو؟ شهبانو داره سالهاست در آیین بزرگ داشته شوهرش شاهنشاه آریامهر سپید میپوشه
همین پریروز الان کارگردان برنامه اگه بتونه عکس‌ها رو در بیاره، چند تا عکس بذاره از شهبانو، همین هفته پیش که ایشون در قاهره تشریف داشتن و سالهای قبل همواره سپید میپوشن. ایشون در اون سالهای نخست چند بار سیاه پوشیدن، چند بار پوشیدن، حتی در مسجد رفاعی یک تور سیاه هم رو سرشون انداختن. اما از هنگام جانفشانی لیلای عزیزم، من عرض کردم که لیلای عزیزم به سان استاد شرفشاهی و به سان انسانهای ایران آریایی، دیگر ما جامعه سپیدانیم، هر جامعه نمی پوشیم. گفتم شعبان جان شما سپید پوش، و به همین خاطر هست که ما می بینیم این تحول فکری که علیرضا پهلوی، لیلا پهلوی و امروز یاسمن پهلوی و نور پهلوی و ایمان پهلوی و فرح و این دختران خاندان پهلوی باعث شدن و بانی شدن، جهانگیر شده شهبانوی عزیز و استاد شرفشاهی. من خودم با خانمم حالا عکس داریم در همین مسجد رفاعی. شما مسجد رفاعی وارد میشید، مسجد، چون شاه در مسجد دفنه، در مسجد که شما وارد میشید حتما مثل حرم امام رضا شنا باید عبا و از این چادر مادر سرت کنی برید تو. او دم در گذاشتن بهت میدن باید سرت کنی برید. من هر بار رفتم، خانمم هم خیلی سکسی و یعنی تابستون، هوا گرم اونجا، هوا گرم بود، رفتیم اونجا و مسجد رو برای ما خالی کردن، اما به ما رو مجبور نکردن که خانم بنده چادر سرش کنه. شهبانول هم همون سالهای پیش عرض شد شما میتونید همون طور که میخواییم برین. الان همین دیروز رو پریروز عکس‌ها رو ببینید، بعدن ببینید، حتما هم دیدید تو روزنامه دیدم چاپ کردید، همه زنهای ایرانی هیچ کدوم اونجا لچک سرشون نید. باید اونجا مسجد استاد چرفشایی از نظر قانون مصر و اسلام و فران مصر که ایران نشده که هنوز مصر که ما تو ایران خودمون هم نمیتونیم کار رو بکنیم. خب توی مصر ولی امسال یه نکته هم همینجا توضیح بدم که یه قرآنی اونجا پخش شد، اونم باز ربطی به شهبانو نداره. شهبانوی عزیز سپید پوش میره و همه هم توصیه اینه که سپید بپوشین همونطور که استاد چرفشایی گفت، و این سیاهی رو که سیاهی رنگ تازیان بنی هاشم هست رو از سرزمینمون محو کنید. به دروغ من شنیدم آمدن میگن سیاوش رنگش سیاه بود و چون سیاوش، نه آقا، ما سیاوشیم، چهرمون یک کمی سیاه سوخته هست، برونزه هستیم، ولی سیاه پوش نیستیم. سیاوش هم در تاریخ از آتش گذشت، سرخ بود و گلگون بود و سپید پوش. سپید پوشی که آقای شرفشاهی میگه، مهربان یاران، شهبانو سالهاست داره دنبال میکنه. شما که شهبانو دوست دارید در عزاهای خودتون موسیقی، همچنان که همه به کار میبرن موسیقی رو، از نیکا خانوادش گرفته تا محفا تا مجید که درخواستش این بود، مجید رهنورد، بیاموزید زیست آریایی رو که نیکیست، سپیدیست، پاکیست و ضدیت داره با سیاهی و پلیدی. استاد شرفشاهی عزیزم، بله، این مسئله مبارزه با زنها در ایران برای رژیم داره دردسر میشه، و محمد خاتمی که رئیس جمهور پیشین همین حکومت بوده علیه اقداماتی در این رابطه قد علم کرده و گفته اصلا این ماجرا رژیم رو دچار دردسر میکنه، موجودیتش رو به خطر میاندازه و هیچ ضرورتی نداره که شما به این نحو به زنای ایران فشار وارد میکنیم. ولی خب خود زنها که میدونیم در ایران واقعا در مبارزه ید طولایی دارن علیه حکومت و هرگز حاضر نیستن زیر بار این فشارها برن. ولی خب آخوند کثافت میگه آقا اینو برشون داریم ببریم بگیم میت بشورن، جریمه بهترینه. اون یکی داره میگه آخونده که اینا رو بخوابونین شلاق بزنیم. یعنی همین مسائلی که سبک آخوندیه و ضد مردمی و اینا رو میخوان در ایران تعمیم بدن و مرتب. الان دیدم که خوشبختانه این خاتمی که یه دولتی بود که خودشو نشون میداد که تغییر داره با
متغیر با سایر دولت‌ها. الان به رژیم میگه این باعث میشه که خاتمی میگه باعث میشه که رژیم متزلزل بشه در این رابطه. شما این همه به این شکل سر به سر زنان ندارید. بله علی دوستان چرفشایی، من به این خاتمی، ابتعی، همین سید بیدا میگم اینها اول از همه اگه میخوان ایرانی بودن خودشون رو نشون بدن و ثابت کنن و مخالفتشون باید دو تا کار بکنن. نخستی که لباس تازی رو و استعماری رو باید از تنشون در بیارن. دوم این که این واژه سید رو که یک نوع تبعیض نژادی است و توهین به ایرانی است و تبار ایرانی توهین است رو نباید جور اسمشون بردارن. همه سید پیدا هر چی زر بزنن استاد چرف شدید از تاجزاده و ابتهی و خاتمی گرفته که ایوری هم تا اون وریاشون اینها رو اصلا ملت ایران نباید باها بده. استاد چرف شدید شما خبر دارید، کارگردان برنامه میدونه، اینا رو دیده. امسال زنای ما، دخترای ما، زنان آریایی استاد رفتن توی هیئت‌های عزاداری. هفته پیش که نشون دادیم که آدم‌ها می‌رقصیدن، این دفعه رفت خانم‌های ایرانی، نه یه جا، دو جا، ده جا، مساجد، چون اینا برنامه‌ریزی شده است، مساجد بسیاری رفتن با چادر تو چادر برداشت شروع کردن به رقصیدن توی مسجد. یارو داشت نوحه می‌خوند، فیلماش اینا هست. یعنی استاد چرفشایی ملت ایران تمامی روحانیت و اونهایی که با سید بازی میخوان تبعیض نژادی بیان بگن ما برتر هستیم از ایرانیان، ما نژاد برتر هستیم، ما اعراب، ما سیدها، ما بنی هاشم در خونه من اومده، اینا عمر شستن انداختن رفت کنار. استاد چرفشایی الان جنگ ایرانی است با استاد چرفشایی. مواردی که پیدا میشه ما میبینیم الان داره میشه این با کمک نیروهای مقتدر ایرانی آریاییش در قدرت. من نمیخوام باز کنم قضیه رو، ولی نیروهای ایرانی بچه ها پشت شما هستن. برای همینه که وقتی که شما رو به خاطر نداشتن چادر فلان اینا پدر سوخته های حزب اللهی دستگیر میکنن میبرن کلانتری، کلانتری شما رو بل میکنه، چون قانونی وجود نداره. یعنی قانون رو اونا برشکستن. شما باید بتونید قدرت نشون بدید، مقاومت. استاد چرفشایی چندین مورد هست، دختران گرفتن دارن میذارن تو شب تاریک، فیلماش هست. متاسفانه ما 10-15 دقیقه در خدمت نیستیم، نمیشه که 10 تا فیلم نشون بدیم. دخترای مردم رو غیر از اون بچه که تو نشابور زدن کشتن، حالا اون یه دختر تا میگیرن یه 10 نفر از گوشه و کنار میان حزب اللهی، یعنی صدام حسینیه رو، این حزب اللهی رو از این بعد تازیان ایران رو میگیم عراقی‌های صدامی، صدام حسینایی که اومدن ما رو قتل عام کردن، کشتن. استاد چرفشایی در تمام دوران حکومت صدام حسین شیعه و سنی نداشت، فقط حزب بعث داشت. حزب بعث یعنی سوسیالیستی، مارکسیستی، یعنی روس و انگلیس. اینا همشون روس و انگلیسی هستند، برای همینه که خونخوارانه ایرانی میکشن. شما هم نترسید بچه‌ها، جوان‌ها کارشون اینه که از دختر محافظت کنن، کمین کنن. تا یک حیوان بیگانه اومد مزاحم دختر ایرانی شد، بریزید بزنید همونطور که استاد چرفشایی هر روز اینا رو می‌زنن. اینا رو باید گفت و اینا رو باید نشون داد به مردم که روحیه بگیرن و شجاعت. بله، این گزارش نمی‌دونم اونجا در پاریس هم بازتابی داشته که این روزا این افرادی رو که دستگیر میکنن و زندانی میکنن اینا رو میبرن به روان پزشکی، یعنی اون مراکزی که بیماران روانی اونجا هستن، یه مدتی اینا رو اونجا در حال میگردونن و یه مشکلی برشون ایجاد بشه که بگن اینا هم در حال بیمار روانی شدن و ما به این دلیل اینا رو دستگیر کردیم یا جریمه مجازاتشون کردیم. اینا اینه که این سامان یاسین که ضرب و شتم زیادی دیده به این رژیم که دستگیرش کرده، اینو بردنش مدتی 24 ساعت در اون روانپزشکی اونجا این مشکل براش ایجاد بکنن. این کاریه که تازه رژیم داره در زمینه افراد دستگیر شده متداول میکنه و دستور داده اون دستگیر شدگانی که افکار خیلی سختی دارن اینا رو ببرن به درون پزشکی ها، این روان پزشکی ها اینجا
به چرخوننشون اونجا، یکی دو روزی اونجا نگهشون دارن. شما در این رابطه اطلاعاتی اونجا دارین؟ استاد چرخشایی، دو هفته پیش در برنامه خود شما ما محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه نشون دادیم، شاید چون لباس آخوندی تنش نبود دوستان مهربان توجه نکردن، اون محسن اجایی بود، نشونش دادیم که دیوانه شده بود و رفته بود پیش یک جنگیر، تو جنگیر من میشناسمش، اسمش هم میدونم، حالا عکس ما نشون دادیم، پیش اون جنگیر رفته بود، جنگیر دستاش اینجوری گذاشته بود رو سر محسنی اجایی که جن نیره در بیاری از دیوانگی خلاصش کنه. یا آخونده خودشون دیوانن حرم زادا. هم تو همون برنامه دو هفته پیش که محسنی اجایی رو نشون دادیم که جنگیر داره جن نیر میاره بیرون، یعنی جن مجنون استاد چرخیان دیوانه دیگه، یعنی جن بیشتره، جن جو میاره بیرون. بعد همون برنامه ما نشون دادیم که 14 تا نامه رو نشون دادیم، نامه هست، 14 تا پزشک بزرگوار و متخصص ایرانی که جون هزاران نفر تو زندگیشون نشون دادن، 14 نفر به محسنی اجایی نوشته بودن آقا تو خودت رئیس قوه قضاییه، حالا من اضافه میکنم نوکر استعمار روس و انگلیس و صدام حسین و نقدی هستی سر جاش، تو خودت دیوانه ای، سابقه پرونده دیوانگی داری، روانی هستی، مردی که وقتی میخوای دختره ما رو ببرید معاینه چون اون موقع برای خانم افسانه بایگان عزیزم که درود دارم بهش این مورد رو گفته بودم، پزشکا 14 نفر بودن، خودت خودت رو دیوانه آی شرفی به جون شما من خبر دارم، خیلی از یه آخونده اینا خودشون دیوانه بودن، حالا غیر از مثلا رفسنجانی و کی بگم باهنر و اینا، غیر از 3-4 تا اینا همه اینا سابقه مراجعه به تیمارستان داشتن، از جمله مادر علی خامنه ای، مادر علی خامنه ای خدیجه خانم میر داماد، خدیجه خانم شاعر بود، شعرهای خیلی خوبی میگفت، زن بسیار خوبی هم بود، حیفی بچه که بچه باشه. خدیجه خانم به خود من میگفت علیمون بچه که بود خل شده بود، چه خوب شد گفتیم اینا رو بگم امشب، میگفت علی ما خل شده بود، کوچه اشکان خونشون بود، 4 قدمی دفتر بنده، منم 15-16 سالم بود، مدرسه میرفتم، دفترم داشتم، هتلم داشتیم، میگفت علی ما خل شده بود، یعنی دیوانه شده بود، ما میبردیمش عزایمش بخونم، حالا عزایم اونا میدونن، همه میدونن یعنی چی، یه کسی که دیوانه میشد موقع که روانپزشک تو مشهد نبود که، اینا رو میبردن پیش یارو جنگیره مثل همونی که خود اجهر برده بودن، اینا بچه ها همه جا شما بگین اینا عدم همشون دیوانن، خودشون همشون روانی هن، همشون لوتی لواتگر هن، اسنادش دیگه به در اومده آدم لواتگر هستن، چه هستن، وقت من بچه های نازنین ما دختران رعنای آریایی مثل افسانه بایگان عزیزم مثل بقیه رو بخوام بزنید، این پدر سوخته ها رو بزنید، این تازیان رو از سرزمین اهورایی بیرون کنید، این حیوانات رو. بله این در حال عاشورا عزایم ماجرا یاد داره، عزایم میشه خونده بودن، عزایم یعنی در هم دیمونه میشه، بیبرش میشه روان پزشک همون جنگیره. بله در زمینه چون مسئله افغانستان شما در رابطه با طالبان اینا آگاهی هایی دارین، اینی که طالبان این روزا هر کسی مراسم عاشورا برگزار میکنه اینا رو با تیر میزنن و میکشن در جا و میگن اصلا این مسائل هیچ ارتباطی به اسلام نداره و اینا مخالفن، حالا پایین جمهوری اسلامی مرتب عاشورا رو بالا میبره و حسین حسین مردم میکنه و میگه سرتون رو بشکافی اینو نمیدونم اینا، در اسلام آباد و در طالبان در افغانستان هر کسی رو اینجور مراسم عاشورا رو برپا کنه دستور دادن با تیر بزنن نشون در جا بکشن. اینی که نمیدونم شما که در زمینه طالبان آگاهی دارین اینا چه دیدگاه میدونید که این حسین بازی مسخره بازی استعماری، خب عرض کردم که اینا رو انگلیس وارد ایران تشیع کرده، اینا به هیچ عنوان هیچ فرقه اسلامی وهابی باشه سنی باشه حنبلی باشه شافعی باشه مالکی باشه اینا قبول ندارن، اینا بدعت میدونن،
بدعت میدونن استاد چلبشایی. برای یک مرده بیای اینجور با علی خامنه‌ای و محمد خاتمی که شما فرمودین رئیس اینا که خاتمی اینا که میکنن اینا واسه اینه که واسه بابا بزرگشونه، حسین پدر بزرگشونه، فاطمه مادر بزرگشونه، به ما که جبتی نداره. طالبان هم که شیعه نیستن استاد چلبشایی، یه بدعت انگلیسی است که برای استعمار آوردن، اونا مخالفش هم جهان اسلام با این قضیه مخالف است. تا چرا لعن و نفرین میکردن امام علی رو، عرض کردم تا قبل از صفویه، چون میگفتن اولین کسی که جنگ داخلی رو توی اسلام آفرید امام علی بود و فرزندان شاهی ای حرفا حسن رفت با معاویه جنگ دینا. لعن و نفرین میکردن. تو تاریخ بریم بخونیم تا پیش از صفویه امام علی و فرزندانش رو تمام مسلمان ها لعن و نفرین میکردن. بله، بسیار ممنون از شما که در این هفته هم مطالب جالبی رو مطرح کردین و مسلماً بینندگان ما استفاده کردن از مطالب شما. تا هفته آینده شب و روز خوشی براتون آرزو دارم. با بوسه مهر، درود و خدا نگهدار. سپاس از کار کردن برنامه بسیار. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش اوستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی براتون آرزو دارم. بدرود و درود دیگر.